برف بارید باید دهقانان کشاورزان باید نسبت پیشگیری این تاثیر منفی اون با چاره‌های ضروری اندیشند پیش از همه در سمت باغ‌پروری باید با امکانات‌های موجوده که در خوجگی‌ها در خوجگی‌های فرمری یا خوجگی‌های مخصوص کشاورزی موجود است باید استفاده برد پیش از همه در داخل باغ‌ها جمع نمودن خوشاک‌های خشک شده پاره‌های خشک شده آرارزه‌ها و دیگر مسئولیت‌های دود کننده که امکانات زیاد دود کردن دارند جمع نموده اون را شبهای حرارتی که منفی بوده اون را باید دود اندازن و دود اندازی باید از طرف اون طرف سوی باغ شود که با سمت شمال موافقت کند که دود به داخل باغ جمع آورد این امکان میدهد که از خنکی‌های موقتی شبانه‌روزی باغ را ما حمایت نماییم هیچگاه ما توصیه نمی‌کنیم که دهقانان ما از این حادثه‌های نوجود طبیعت دلخنک شوند چون که همین دوره که در خود درخت گل میکند دوره گلکنی درختان از پایان سر کرده تا بالا قریب 30 روز دوام میکند وابسته از باد هوا این تاثیر به همون درختان میرساندنش ممکن است که علاقه گل در دوره پورا شکفتن است اون گل هایی که حاضر در دوره بدتر دیتر میشکفن قسمه بایانی از آنها البته حاصل و انتظار شدن ممکن است برای همین حتما این چاره های نامبر شده را اجرا کردنشان در کن طرز دوداندازی همین است که باید ما در قسم پایانی یک موادوی تیز در گیرنده را مانیم در قسم بالای اون موادوی تری که فقط با واسطه ملایم آیسته خوش شده دودی تنوک میکنند همین چیزا را استفاده بردن در کار که دایم همین امکانیت میتید که حرارت هوا 2-3 گرادوس پستر شود وقتی که ما در باره گردش هوا گپ میزنیم و هر یک بار چی میکنیم با رویش شمال موندن در کار چون که وقتی که ما اگر از گوشه یکی شمال بوای میراد گوشه پایانی باغ میمونید و دود به تگر طرف میرود و از اون طرف که شمال حرکت میکند حرکت کردن در کار از اون که به هوای درختان به تنه درختان کمتر تاثیر کند باید از برشت برف بار دیگه هم استفاده بریم که در همین نین جمع نمودین برفی اطراف تنه درختان جمع نمودن و زمین هایی که کم آب هستن همین جمع نمودن یعنی این امکان میدهد که هم نمی ذخیره گردد در نتیجه جمع نمودن این نمی برفی برف هم دوری گلکنی از سبی کرخشوی اطراف خنکشوی اطراف تنی ریشه درختان باز دوری آرامشان دراز گردد این امکان میدهد که از خنکهای بهاری درختان را ایمن نگاه داریم در وقت افشاندن درختان البته احتیاط کردن در کار حاضر در بسیار موارد ها ما میبینیم که شاخ نودی درختان را با چاق میشکنند البته این قاعده نادرست است وقتی که ما شاخ نودی درختان را میافشانیم باید که از چوب دست هایی که دو قوشه باشد و حتما هم قسمی دو قوشگی با واسطه یگان متای باید پیچانده شده که باشد که هنگامی در تنه درخت گذاشتن و افشاندن تنه درخت را تاثیر نرساند چون که امروز در بدن درخت آبدوانی سر شده است اندک ذره که سخته رسد پوست درخت را چکار میکنند زخدار میگردند و این شخصا در درختان دونکدار باعث کسلی چی میشود شنبراری میشود برای پیشگیری کردن همین حتما در نوک همون دو شاخه چوب دستا چکار کردن در کار با لطه های ملایم پیچوندن که درخت زنی درخت آسیب نبیند از بلندی 1200 سر کرده حالا در آنجا ها تگزارها در حالت خواب هستند که این خنکی ها با اونها تاثیر هم رساندنش ممکن نیست لیکن اهمیت این برق در اونها هست که این نامی رو یعنی ذخیره میکند البته اون تکپرورانی که امروز تیراما زمینشون رو جوب کرده اگر ماندگی باشن اگر نامی خیلی هم بیشتر جمع می شود بعد باز در اون است که خواه زمین های لرمی بسیارش در زمین های ریلی پش پست و بلند خمی جایگیر هستند اگر پستی هایی که خمی هایی که بعدی هر یک 2 متر 3 متر پیشی رای آب رو اگر بندن پاو کنن اگر آبی باران آبی برد دور با نمی رود همش تگی همه جویا تگی تاک با جمع شده می موند بیاد دسترسی نمی دسترس هیچگاه میوه خوب به دست آوردن نمیتوانیم باید که همه وقت در سطح خاک نمناکی از 15 تا 22% بودنش در کار این نمناکی متدیله که برای سبزی چی درخت یکان تاثیر نمیرسد فایده دارد برای همین وقتی که امروز در منطقه های من بی بارش یا کم بارش آب به آب چی نارساگی نمناکی با وجود میاد این از یک طرف با استواری درخت با سرما
تاثیر میرساند که قابلیت استواری درخت پس میکند. از طرف دیگر آن با حاصل آینده تاثیر منفی میرساند. برای همین حرکت کردن در کل من توصیه داده شدیم که در زمین های آبی امکانیتی باشد حتما آب سازدن در کل. که در آینده در مثال در دوره امروزه مثال تا یک درجه همه آب که ما میمونیم حرارت هوا را پس میکند وای میکند ملایم میگرداند از طرف دیگر برای ذخیره شوی نمی تاثیر میرساند یک قطره نمی طبیعی که میافتد وای باید بیجو نرود امروز دهقانان میتونند که گرد درختان را حلقه چکری کنده همه برف جمع کرده شیبه کرده نشاندن در کل وقتی که اگر دوره برف وای پس از این هوا میشود با اگر بالای همین برف با مقداری 2-3 سانتی متر خاک شونند مهلت آب شوی و تکشان شوی جمع شوی نمی با زیادتر می شود این با منفیتش زیادتر است برای مردمی غله پرور برای مردمی که زراعت های اولی بهاری کشت میکنند این برف بسیار مساعد است یعنی یک درجه زمین رو با ذخیره نمی مخصوصا در زمین های للمی تامین نمود و 3-4 روز بعد از گذشتن برف و حالت رسیش فیزیکی خاک علاقه زراعت های اولی بهاری در زمین های للمی باید با سرعت تیز کشت کرده شوند که این ذخیره نمی امکانیت می دهد که آنها سبزیش سراسری را تامین نمایند خیلی هم مفید است برای نمی که در چی برای زراعت های غلدونگی اساس گیریم بسیار هم در دوره پنجزنی خیلی هم فایده بخش است چون که در این روند نمکی خوب یعنی از تا 30-50 درجه می گردد که در این وقت روند افزایش خوبی زراعت های غلدونگی می گردد و اینچنین در ذخیره می گردد با دوره که در حالت گرمو یعنی اون منطقه که با آب تامیناتش کمتر است یعنی این ذخیره رو می توانند که در دوام روزهای گرمی آفتابی زراعت ها از این استفاده برند ماهیت برف در اون است که در ترکیب خاک البته میکرو ارگانیسم ها هست وقتی که میکرو ارگانیسم ها در نمکی وقتی با تامین می گردند آنها فعالیت خوب میکنند یعنی کارکرد خاک موجود میاد و در این روند اون ماکرو میکرو المنت هایی که در ترکیب خاک است باعث زیاد گشتن میشود زیاد میگردند و برای نشو و نمو و صفت خوبی البته چی محصولات کشاورزی و میوه‌جات البته تاثیر خوب میرسند در چکری معین اگر 6-7 سانتی متر کارتوشکا جایگیر کرده شده باشد توصیه داده می شود که به خاطر تیزتر سبزیدن کارتوشکا ما باید که از پارو محلی استفاده برده در برای قطارهای کارتوشکا از پارو ریزیم پارو هم نمی رو در زمین نگاه می دارد و هم تخمی رو گرم نگاه می دارد که تیزتر به رشد نمو آغاز نماید البته در آن منطقه های کارتوشکا اگر سراسر سبزیدگی باشد پارو پاشه مگر پارو یعنی پیشگیری میکند خنکزنی نهال را قوسی برف از 6 تا 10 سانتی متر علاقه برف میبارد حرارت خاک در این دوره از 10 تا 15 درجه گرم میشود که این باعث نگاه داشتن یا از سردی نگاه داشتن ریشه رستنی ها میگردد در منطقه وادی البته وحش و یک قطار ناحیه توبه جمهوری وقتی که علاقه کشتی بر وقتی کارتوشکا را به انجام رساندن یک قطار اونها علاقه نش زده بر آمدن و میتونن که از این استفاده بردن پرو کامپوز و ارمایده اینچنین برگ و کوهی که مایده کرده شده اگر ما بالای کارتوشکا را خوبونیم در قوسی 5-10 سانتی متر این باعث اون میگرده که از سردی های سختی که در این دوره تو سردی 3-4 درجه بودنش البته امین نگاه میده وقتی که در چلوگو برفاست و خونوکی هست نسل هایی که نو تولد شدن اونها رو باید که در گرم خونه نگاه دارن و خود چوربای زایده شده که علاقه یک روز دو روز تولد کرده است برچه های خود رو اونها رو اول با خوراکه سرغیزه از قبل جرمه جو جرمه جگاری خوراندن در کار و بعد خوراکه دروش از قبل یعنی بدهی اونشقه بدهی طبیع خوراندن در کار کمتر اونها سیر شوند و حتما به چوراگاه برآوردن لازم است چون که اونها سیر گشت کنند هم چوربا گرم می شود و هم خوراکی که اونها قبول کردن و خوردن اونها هضم می شود و در وقتی که دور می زند سیر گشت کرده با گشته به گرم خانه یا که به
کشرخونه ای گوسفندخونه میبیاد علکه خوراک خودگی آنها هضم میشد و اینجا با یعنی پیدایش شیر در گوسفندها پیدا میشد و آنها میتوانند که برای خود را با شیر تامین کنند.